همزمان با گسترش بانکداری اسلامی در کشور، مسئولان سفارت اندونزیا در کابل میگویند که این کشور با داشتن تجربه لازم در بانکداری اسلامی علاقمند است که به بانک‌های افغانستان کمک‌های فنی کند. معاون سفیر اندونزیا در گفتگوی ویژه با تولو نیوز میگوید که این کشور تلاش دارد روابط بانک‌های افغانستان را با بانک‌های اندونزیا توسعه دهد. ما می توانیم در این بخش همکاری کنیم و برای بهبود خدمات بانکداری اسلامی ما می توانیم زمینه ها را برای پیوند دادن بانک های افغانستان با بانک های اندونزیا فراهم سازیم و حتی مسئولان بانک های افغانستان می توانند به اندونزیا بروند و با بانک های ما گفتگو داشته باشند. از سوی هم شمار از آگاهان اقتصاد با در نظر داشته توانمندسازی کشورهای اندونزیا و مالیزیا در بانکداری اسلامی در جهان کمک های این کشورها را برای توسعه بانکداری اسلامی در کشور مهم می دانند. در حقیقت بانکداری اسلامی باشه و پشتیبانی از او یکی از کشورهای بزرگ اسلامی باشه و در حقیقت اندونزیا کار کنه و سرمایه مشترک ما باشه، فکر بسیار قوی میشه. پیشنهاد میکنم به دولت افغانستان که این بانکداری اسلامی دیگری که باوجود میرن لطفا یک بانکداری با سرمایه مشترک اندونزیا و افغانستان ایجاد کنن و این بانکداری رو بانن بانکداری اسلامی اندونزیا و افغانستان نامش بانن، علاوه از دوستی ایجاد میشه و ما شما گپار ایجاد میکنیم، باورمندی مردم همه. در امینال شمار از آگاهان اقتصاد میگویند که با گسترش خدمات معیاری بانکداری اسلامی در کشور، شمار بزرگی از شهروندان کشور به سرمایه گذاری ها در بخش های گوناگون حاضر خواهند شد. این در حالی است که گفته می شود در حال حاضر خدمات بانکداری اسلامی در بسیاری از کشورهای توسعه یافته رو به گسترش است و این کشورها از رای این خدمات فعالیت های اقتصادی شان را توسعه می دهند.